سلام، خوش اومدید به قسمت هفتم نجات آرسنال. خوش اومدید به این ویدیو. آقا دمتون گرم بابت حمایتاتون. لایک این ویدیو رو بهتون نره. برای این ویدیو هم مثل همیشه حالا هدف میذارم، امروز نمیذارم، هر چقدر مرامتون کشید دوست داشتید لایک کنید این ویدیو رو و دمتون گرم بهم انرژی بدید، کامنت دوست داشتید بذارید و سابسکرایب بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ، یعنی این کریر خیلی حساسه، چرا که 8 بازی مونده و خیلی مهمه و ما بعد از این 8 امتیاز هم هر بازی که داریم مثل یه فینال برامون میمونه و باید براش بجنگیم. بچه من ویدیو داخل چنل دومم ساختم که در مورد اینترنتی که باش بازی میکنم صحبت کردم که یه جورایی حالا با رعایت یه سری نکات دارم پینگ زیر 60 و 50 اینا میگیرم، بین 40 تا 60 پینگم. اگه شما هم میخواید همچین اینترنتی داشته باشید و اوکی باشه، حتما لینکی که داخل کامنت اول گذاشتم برید داخلش و ویدیو رو ببینید. دوست داشتید اون چنلم ساب کنید، چیز دیگه ای نمیمونه. یه ویدیو خفن اینترنتی که تامنیلش هم این زیر دیدید دیگه. دمتون گرم. واقعا اولین چیزی که اینجا داریم میبینیم در مورد مربیگری های مسعود اوزیل، بهتون گفته بودم مسعود اوزیل توی لیگ چین و اینور اونور هم مربیگری کرده بودیم قبل از اینکه بیایم آرسنال، که حالا من اونها رو نذاشتم. میبینید 142 تا بازی، 100 تا برد، 19 تا مساوی و 23 تا باخت، که به نظرم جذابترش این میشد که تعداد باختامون از مساویمون پایین‌تر می بود، ولی دیگه فوتبال دیگه، باختم داخلش هست. آرسنال مثل اینکه تو 6 تا بازی آخرش پیروز بوده و تو لیگ، البته اینجوری که داریم می‌بینیم. بزنید چک بکنیم ببینیم واقعا این اتفاق افتاده. بسیار عالی توی اینکه آره دیگه، اینجا 5 تا بازیه، تو 7 تا بازی، 8 تا بازی اخیر ما بردیم بازیامون رو، یه یکیش فقط به چلسی باختیم. بسیار عالی. قبل از همه چیز بریم سرم به در واقع تاپ اسکور و تاپ اسیست و اینا بزنیم. جرارد مورنو تو 28 تا بازی 26 تا گل زده. قشنگ فیلمیه که نمیتونم اسم فیلمش رو اینجا بگم، بند میشه، یه کاریمو میکنن. توی پاس گل هم مارتین اودگارد 12 پاس گل، بسیار عالی. و توی در واقع کلین شیت هم نواز تو 9 تا بازی 3 تا کلین شیت کرده. نواز کلا خوب بود. حالا زیاد بهش ایراد نگیریم، میریم به این بازی. بذار بریم کیت. خب آقا کیت تاتنهامو دارید میبینید، کیتای جالبی داره تاتنهام و من دوست دارم به جای این کیت با این کیت بازی بکنیم و خیلی به نظرم جذابتر خواهد بود. اتوبوس رو دارید میبینید، چه اتوبوس زیبایی داریم. مارتین اودگارد، این پشتم سنت مکسیمین که دارید امروز سنت مکسیمین رو به اون نشون میده. قربون اون دماغت برم آقا سنت مکسیمین. آقا اندومبله رو دارید میبینید با کیف خوشگلش، دلارا تو کیف و به به. کیه پشت شما میشه بری اونور ببینم که اولو سلسو بود اگر اشتباه نکنم. و یک هوای برفی فوق العاده خفن توی ورزشگاه امارات امروز داریم. یه بازی دیگه از سری رقابت های هنوز بازی شروع نشده، اونجا اودگار توپو لو میده. یک بازیکن داره، این بازیکنشون دامارکی اسمشه، کم سخته. هری کین برای اندومبله، میبینید سرجینیو دست. من اون سری تو ویدیو قبلی گفتم جورجینیو دست، نمیدونم از کجام جورجینیو دست اومد، ولی از هر جا اومد سامجا خیلی از بد جایی اومد. یه دونه توپ خیلی اونجا فشار اومد. کلا من رو واژه یه دونه توپم خیلی قفلم. امروز میخوام چالش بزنم یه دونه توپ نگم. مهدی هر یه دونه توپی که گفتم یه دونه توپ اضافه کن اون کنار که ببینیم چند تا یه دونه توپ میگم، نمیخوام بگم. دوستان یکی از بازی ها به چخ رفت و خدا رو شکر فهمیدم که رکورد نیستیم. من رکورد رو استوب کرده بودم، رفتم یه آبی بخورم. از یه جایی به بعد بازی با تاتنهام رکورد نشد، شرمنده. خیلی هم بازی پرهیجانی شد، ولی 0-0 شد بازی و ما یکی از اون 8 بازیمون رو به چخ دادیم. چقدرم حال داد بازیش و من الان اعصابم خورده که چرا رکورد نشد. آقا ما بازیمون رو مساوی کردیم و اولین فینالمون تو 8 بازی رو از دست دادیم. خیلی خوشگل و خیلی هم هوگلوریس خوب بازی کرد، بازی هم دست ما بود خدایی. یعنی ما 8 9 تا شوت زدیم، اونا فکر کنم 3 4 تا بیشتر شوت نزده بودن. بازی با لسترمون هستیم بازی بچا، که توی خونه لستر سیتیه. این بازی رو من بازی میکنم احتمال خیلی زیاد. لباسمون هم لباس هممون میذاریم و این بازی میخوام ریسک بکنم و احمد رضا عابدزاده که میشه باباش، اشتباه گفتم امیر عابدزاده، قرار داخل گل واسه آقا نواس و من. یعنی شما فکر کنین بنده خدا اومده، ببین امیر عابدزاده رو یه جوری میذارم تو گل، کسی صحبت کنه اینجا میزنم زیر گوشش تو هوادارا، من میرم تو استادیوم کسی نمیدونم چرا عابدزاده رو گذاشتی وقتی ما نواس داریم، اینا بیاد اونجا گوش من برسه، میرم لا هوا تماشاچی‌ها یقهشو میگیرم. همینی که هست، میریم داخل بازی. فقط بزن ببینم لنو یه موقع باشه، موقع سوتی موتی دادیم بیاریم لنو رو تو داداش. لنو کجایی؟ لنو ببخشید، لنو رو اصلا ما فروختیم. این از صورت آقای باستونی و بوبکری بوباکاری، این اسمش آخر نفهمیدم، آقا سوماره و 25 سالشه و خیلی خوبه. در مورد هافبک ها بذار بگم بهتون که واقعا بازیکنهای خوبی هستن. بازی شروع میشه تو ورشگاه لستر سیتی، بازی که
میبینید آرسنال و لستر سیتی رو ما بعد این بازی رو ببریم، 8 امتیاز فاصله افتاده با سیتی و این یعنی نابودی، این یعنی اینکه هیچ اتفاقی نمیفته. فرصت برای مهدی، مهدی میدونم این توپو میتونه گل کنه. بابا مهدی بزن تو چارچوب یه جوری بزن بره تو گل بابا، بیا برو. میبینید که حاج مهدی طارمی نتونست کاری بکنه. مهدی طارمی یه پاس فوق العاده، یه دونه ضربه خوشگل میتونه کارو تموم کنه. من نمیدونم این اتوبلاکای مزخرف، نگاه کن قربونت برم حاج مسعود، نگاش کن چجوری نواساده اونجا با اون قیافش، سیسش گاد حاج مسعود. یه دونه تو، وای چجوری اومد، وای ماشاءالله به عابدزاده، ماشاءالله به عابدزاده. امیر عابدزاده اونجا یه جوری درخشید که پدرش هم تو ورزشگاه حضور داره. چجوری این توپ رفت بیرون؟ حاجی جدی بذار یه بار دیگه چک کنم، فکرم خود تو کله عابدزاده. یه همچین حسی داشتم. نگاه قشنگ بذار زوم کنیم رو تو. آره خورد قشنگ به کله آقا عابدزاده. و ببین حاجی امیر انقدر خفنه که با سرش توپو میگیره، نه با این واقعا خیلی حرف بدی بود، با سرش توپو میگیره، با سر رو بدنش منظورم، سر جای دیگه نه. بله یه دونه اونجا میدونم میطلبه این سانت، فوق العاده بود. ببینید بچه ها، ما اگر بتونیم اختلافمون رو به 3 امتیاز با سیتی برسونیم و بریم به فینال، یعنی ما انتظار اینو نداریم که آقا حتما هم امتیاز شیم و قبل از فینال کارو تموم کنیم. فینال آخرین بازی لیگ ما دوتا تیم هستیم و خیلی جذاب میشه اون موقع. یه دونه توپ اونجا میاد، یه دونه توپ اونجا میاد. دلاکروز، واقعا دلاکروز هم هافبک خوبیه، یکی از بازیکنهای آمریکای جنوبی تور که فکر کنم برای اوروگوئه باشه. خوب پاس میده مهدی طارمی برای آلوارز. آلوارز پسر میدونم که تو میتونی یه کارایی بکنی. یه دونه، وای اودگار. من این الان واجب بود اینجوری بزنی؟ من خودم زدم. من الدو رو بچه‌ها بزنید با شوت این ضربه ها میزنه و گفتم اینجا الان بهتون بگم که این ضربه های مثلا این مدلی میزنم چه جوری میزنم و فکرم میره تو گل. کاش ولی نمیزدم، دستم همینجوری اتوماتیک روش بود. خوبن میبینید، تا تعریف کردیم تیم سوتی داد، تا تعریف کردیم تیم سوتی داد و گل میخوره. تیم گل میخوره، وای وای وقتی نمیزنی میخوری. 87 جای یه امتیاز داره، 3 امتیاز میگیره از مالستر سیتی و من واقعا نمیدونم چی بگم و تعویضم میکنه و تیم یه دستی داشتن خدایی. یه دونه تو، یه دونه فرصت توی دروازه، توی دروازه بازی و مساوی میکنه آرسنال. یه امتیاز داره، هنوز این تیم زنده است، هنوز این تیم زنده است. وای وای من اصلا نمیتونم کلماتو بگم. اینم یه بازی که به امیر عابدزاده بازی دادیم، خیلی خوب بازی که عابدزاده جدی. اون گلی هم که خوردیم کاتبک بود، دروازه خالی بود، بنده خدا کاری از دستش بر نمی اومد. بچه‌ها گفته بودن یه بازی بده که این کارو کردیم. آقا سیتی هم مساوی کرده، من فکر کنم 2-0 افتاده سیتی جلو. ما هنوز زنده این بچه، اگه میتونستیم این بازی رو ببریم زنده تر میموندیم. بازی بعدی ما وولفز، برای این هفته های آخر که بازی خیلی مهمه پول بدیم بچه. بازیکن قرضی داشته باشید میتونید برش گردونید، مارتینلی رو برگردونیم. و نکته که داره مارتینلی 80 میلیون فکر کنم میارزه و میتونیم برش گردونیم و 1,600,000 میدیم برش میگردونیم مارتینلی رو تا بازیش بدیم. ببینید چه اتفاقی میفته، این بازی به شدت مهمه. سیتی هم یک مقداری سوتی داده، اما خب هنوز این آرسنال زنده است. نباید واقعا بچه هیچ موقع نامید شد. یه دونه پاس یه دونه گل، سامبی لوکونگو. میبینید اونجا پدرو نتو یکی از بازیکنهای خوبه، اونجا میاد جلو کیلور نواس. نه بلده این کار، بلده کار کیلور نواس. سامبی لوکونگو قدرت خیلی زیادی نداره اما داره خوب کار میکنه. تیم اومده یه دونه سانت میزنه میخوره تیرک. عجب صحنه ای بود و فکر کنم آفساید هم بود، حالا نمیدونم. ولی بازی نیم اولش 1-1 تموم میشه. اونو برم سیتی با ساوهمتون 1-1. وای وای سوماره. یه دونه توپ وای من، ای مهدی میزدی این گل و کارو تموم میکردی. خطا فک تغییراتی میکنه، تعویضی که انجام میشه، کسیو سوماره به خاطر
خستگی میان بیرون، بیرین و آگوئرو میاد، سامی لوکونگو یه خط بچ اومد عقب‌تر و سی دی ام بازی میکنه، بیرین هم سی دی ام قراره بازی کنه و 60 دقیقه طوفانی رو قراره ببینیم. تیم یه مقداری خسته است و به خاطر همینه همچین ترکیبی چیده شده. آخرین کورنر ریسک نمی‌کنم، بیرین رو می‌بینید، بیرین اشتباه میکنه، بیرین بیرین بزن زیرش، سوت پایان داور بزن و میزنه سوت پایان داور. چقدر بد اونجا کار کرد و امروز آرسنال چقدر بد بازی کرد. اما خب آرسنال سه امتیاز این بازی رو میگیره. فقط دوستان ببینم بقیه تیم‌ها چی کار کردن. بچه ببینید، ما برای اینکه خسته نباشیم و اذیت نشیم یک مقداری، اینجا میخوام توی بخش ویکلی اسکجول استراحت بدم. کلن تمرین نداریم، یعنی البته میتونیم اینجا تمرین بذاریم و اینجا استراحت باشه و یه کار اوکی انجام بدیم. بازی بعدیمون هم توی اف ای چیزه فکر کنم، آره اف ای کاپ و وست بروم بازی داریم، احتمالا ترکیب دوممون رو بازی بدیم دیگه که یه ذره بچه ها نفس بکشن. ترکیب دو کلن بازی میکنه، بریم برای بازی با وست بروم و با تیم دو. حالا من سنت مکسیمین هم گذاشتم تو ترکیب چون اسم میکنم یکم اوکی نیست و کویکسیم میکنیم ببینیم چی میشه. این بازی 4-2 میبریم و کیا گلو میزنن؟ اودگار تعویزی اومده مثل اینکه داخل بازی، بازی رو بچه های تیم اصلی در آوردن در واقع و بقیه بازیکنان زیاد اوکی بازی نکردن. ولی خب بچه از این بازی ما گذشتیم، از این بازی ما به خیر و خوشی گذشتیم. 2-1 هم لستر برده مثل اینکه لیورپول و آرسنال لستر داریم، لستری که باش 1-1 کردیم، بازی سختی هم بود باهاش. میریم برای بازی با برایتون، یعنی بازی آسونمون برایتونه، یه بازی کمتر از سیتی داریم که ببریم میشیم 75 امتیازی و بازم 8 امتیاز فاصله داریم. میریم برای کویکسیم کردن این بازی که امیدوارم ببریم و یکیچ میبریم. مارتینلی گلمون رو زد، خدا رو شکر، خدا رو شکر که میبریم. دوباره بریم چون این بازی آخر رو میخوایم مدیریت کنیم. بازی بعدیمون با نیوکاسل، اوکی اینو من رست میدم، بچه استراحت کنن، یه تمرین کلا تا بازی آینده نداشته باشیم. در اصل دو تا تمرین بود که میکنیمش یه دونه تمرین که بچه ها این روزهای آخر خیلی بهشون فشار نیاد و اذیت نشن. بریم برای بازی با نیوکاسل، تیم 12 جدوله و ما باشون بازی داریم. بریم این بازی رو هم کویکسیم بکنیم، امیدوارم بتونیم ببریم و 3-1 بازی رو میبریم. تیموتی دوتا زده، مارتینلی هم یه دونه گل زد، بسیار عالی. بچه های جوون تیم دارن خودشون رو نشون میدن تو بازی آخر لیگ. این بازی رو هم ما کویکسیم میکنیم. بازی با اورتون فکر کنم دیگه جامو از دست دادیم خلاصه و خیلی باید مهدی دبل میکنه. مهدی موتورش روشن میشه هفته های آخر، میبینه که یکی اومده بالا سرش، یعنی استرینگ کنم هم اندازه شد گلش و مهدی گل میزنه. بریم واسه بازی فینال اف ای کاپ، یعنی یه فینال هم الان داریم اگر ما نتونیم لیگو بگیریم، ولی برای اف ای کاپ بجنگیم. ما قسمت قبلی هم با یونایتد بازی کردیم، فکر کنم ای اف ال کاپو بردیم، یه کاپ دیگه توی لیگ جزیره بود، این کاپ هم اینه، یعنی ما نتونیم لیگو بگیریم جام حذفی ها رو حدودی تونستیم بگیریم. به نظرم نکته اوکیه، ولی فصل بعد ما هم سهمیه لیگ قهرمانان گرفتیم، همین که برای لیگ میجنگیم. فصل بعد یه تیم خیلی خفنتر قطعا میبندیم. ساکا رو میبینید که دوباره اومده، اما این سری قضیه فرق میکنه. تیرنی رو میبینید پشتش، کسی خوب بلده کارو. الان مثلا مصدوم اودگارد اومده پشت یه سفید دیگه تو تیم. اوه مدیسون رو میبینید که اینجا این بالا عکسش رو زدن، کاپو به ما نشون بده، من کاپو ببینم بزنم بالا کارو جمع کنم. عشقا ویمبلی هست فینال، عجب سیسی داره کاپ دیگه. بریم آقا تو بازی، بریم تو بازی. یادون به توپ خوب، چقدر اسمیترو داره خوب بازی میکنه. اسمیترو چه گلی میزنه، چه گلی میزنه آلوارز، نشون میده این پسر آرژانتینی فوق‌العاده بود. شماره 13 رو هم پوشیده، شماره نحسی، به جای اینکه بره سمت هواداره خودشون میره سمت هواداره بیچاره لستر. واقعا چقدر مؤدب هم نشستن و اگه یه جای دیگه دنیا بود واقعا فکر کنم شیشه خورده تو صورت آلوارز پهن میشد. میاد اونجا فوق‌العاده اومد جلو، یه دونه بزن زیرش خوشگل. اگر سرعت آلوارز بچربه که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. وای از اون صحنه بود که تا صبح میشه نگاه کنی حسرت بخوری که چرا این توپ گل نشد. میبینید یه دونه توپ اشتباه محض بود و بردن جلوی کیلور نواس.
و این اتفاق افتاد با حرکت ساکا. تعویض میشه آلوارز، تیموتی چه دستی هم تکون میده مرتی که یه دونه توپو گل نکرد، دقیقا همون توپی که گل نکرد الان شاید باعث باخت آرسنال بشه. یه دونه واکنش خوب از کیلور ناواس، یه دونه فرصت دیگه، یه دونه فرصت به پایان بازی میخوره، فکر کنم هم یه راست بره پنالتی اگه اشتباه نکنم، خویه یه رقابتش بود یه راست میرفت پنالتی، نه میره وقت اضافه مثل اگر ببازه آرسنال جدی آلوارز خودشو واقعا نمیبخشه، یکی از سینوسی ترین بازیکن آرسنال بوده، یه بازی خوب یه بازی بعد، یه بازی خوب یه بازی بعد، این نمیشه فوتبالیست بودن، تو باید همیشه خوب باشی، تو باید همیشه خوب باشی و این توپ مهدی هم گل نشد، چی میشه این تیم با گل مهدی قهرمان بشه. یه دونه توپ، وای 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 اگه میرسید، وای که رسید، وای که رسید، مهدی مهدی میتونه بزنه و میزنه تو دستان کاسپر اشمایکل، پایان بازی میخوره و بازی میره به پنالتی، پنالتی جایی که هیچی معلوم نیست، بازی یک یک شد و میره پنالتی. یه دونه تو و کیلور ناواس، اشتباه نکن کسیه، یه حسم میگه بزنم وسط بالا، گرفت، دوباره بهش میگه بیاد، دوباره بهش میگه بیا و این سری دیگه توپ گل میشه. حالا مهدیه، مهدی گل میشه و هواداران که بهش میگه آروم باش، دوباره چپ میزنه این سری، مارتینلی شانسو بردیم که گل شد، تیر تو گل شد، فکر کنم داره وسط رو میبینه ولی میزنه به سمت چپ، تکاتی تو فکر کنم خصوص کرونا بود، تیموتی خوب شد زد وسط چون درست پرید، ساکایو خراب میکنه، بله ساکا خراب میکنه، به تیم سابقش کمک میکنه ساکا، سینت سمت چپ بالا، چه پنالتی میزنه درمیلیتاو، فکر کنم راست بزنه کیلور ناواس، میره واسه پنالتی بعدی، سوماره است، آیا نجات میده سوماره یا نه، سوماره خیلی کم پر میکنه، وای وای سوماره هم خراب کرد، بی سوما حالا فکر کنم پنالتی زن خوبی باشه، بی سوما میزنه بیرون، چه پنالتی بازاری شده، باستونیه حالا، باستونی پایین سمت چپ و نشونه میگیره و اشمایکل، یه دونه تو درستم پریدیم، خورد تیرک ولی نرفت تو گل، تیرنی ضربات تیرنی خوبه، میتونم اینو بگم که گل نمیشه، اینم چی جوری میره بیرون، بنگوویچ، بنگوویچ با یه دست، چه پنالتی شده، سرجینیو دست، بازم این رو میگیره توماس، توماس آجی نونز، چه بگیر بگیری شده، نونز اینو گل کنه تمومه، تیر دروازه کاسپر اشمایکل، اشمایکل میزنه وسط دروازه، هر چی زدیم این آخریا گرفت، یعنی رسید به گلرا علنن و لستر سیتی قهرمان یه فل کاپ شد، تیم واقعا اعصاب من ریخت، فصل بعدی من باید این تیم رو درست کنم، کیلور
چقدر پنالتی ها سنگین بود، هر چی میزدم نمیرفت تو گل، انقدر گیم پلی رفتم خستم و میخوام یه ریسکی بکنم، یک نیمه یونایتد آرسنال رو میخوام ببینیم. اوکی خیلی گیم پلی رفتیم، اون اف ای کاپ هم خیلی سنگین بود، تازه یه دونه از که تاتنهام بودم رکورد نشد، اینو میخوام سیم مچش کنم، کویک سیمش نمی کنم، یه نیمهشو با هم ببینیم، ببینیم چه اتفاقی میفته این بازی. اگر این بازی رو ما ببریم و سیتی هم بازیشو ببره که کلا دیگه منحله کار، بازی با سیتی رو کویک سیمش میکنم، چون اگه ببریم به بازی هیچ فرقی نمیکنه و ما قهرمان نمیشیم. الانم با تیم سوم کلی امتیاز فاصله داریم و ما دومیمون حتمیه بچه‌ها، دوم شدیم، ولی خب واقعا سیستم به تیم قهرمان به قول معروف به قول بچه‌ها نمیخورد. واقعا این بازی رو اگر بتونن ببرن تو کویک سیم، سمسنو کلی از بچه‌ها تشکر میکنه بابت این موضوع، چون من خودم که بازی کردم لستر سیتی واقعا گربه سیاهمون بود، گل خوردیم توسط برونو. تیمم خسته است، یعنی جدی بچه‌ها خستن، خیلی ما بازیامو فشرده بود، اصلا یونایتد تو اف ای کاپ نبود، فینال ما بازی کردیم دست، شکست رو قبول باید بکنیم دیگه. به نظر من جام تو ریزالت کنیم، بازی 3-2 باختیم و من میگم که سیتی برده بازیشو، مثل اینکه سیتی بازیشو باخته بود، یعنی اگه ما یونایتد رو میبردیم میتونستیم به بازی آخر امیدوار باشیم. اما میتونم الان یه نکته دیگه بهتون بگم که از ناامیدی درتون بیارم، تفاضل ما با منچستر سیتی 10 تا بود، یعنی اگر ما الان هم امتیاز من سیتی هم میشدیم تو تفاضل کم میوردیم و قهرمان نمیشدیم، میدونی چی میگم؟ و این بازی رو هم تو خونه خودمون هستیم، میخوام بازی کنم، کویک سیمش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. 2-1 آرسنال میبره بازی رو، بسیار عالی، مارتینلی و تیرنی گل میزنن و آرسنال میبره. آقا این شد از یک فصل ما در آرسنال، یه جنبندی قراره بکنم داخل این ویدیو، ما با سه اختلاف سه امتیاز قهرمان نشیم، خیلی بازی مسخره ای رو مثلا واگذار کردیم، واقعا هم مسخره بود. تیممون 26 تا برد 6 تا تساوی 6 تا باخت. اوکی به نظر من خیلی بهتر میتونستیم کار کنیم، تیممون هم خدایی در نسبت، یعنی قیاس با تیمای دیگه، مثلا ما نوکمون مهدی طارمی بود، مهدی هم خیلی خوب کار کرده، یعنی اصلا نگی مهدی فلانه، 18 تا گل مهدی زد، ولی خب فصل بعد 100% مهاجم تاپ با پولی که گیرمون میاد میگیرم. ما 305 میلیون دلار پروفیتمون بود و سود کردیم این فصل و بودجه خیلی خوبی فصل بعد داریم، تازه فصل بعد یه سری این بازیکن‌ها میرن که مثلا باستونی میتونه یکیشون باشه، که البته باستونی بازیکن خیلی خوبمونه، میتونه بهمون کمک کنه تو دفاع. اصلا اگه انقدی بودجه خوبی بگیرم که بتونم چیزایی که میخوام بخرم، بازیکنایی که قیمتشون بالاست نمیفروشم و داریمشون. بچه در مورد استاتس بچه‌ها بهتون بگم، کیلور بد نبود ولی خیلی خوبم نبود، ولی خب هستش کیلور فعلا داخل تیممون. نونز به نظر من خوب بود، هیچ گل و پاس گل نداد ولی خب به نظرم خوب بازی کرد. باستونی خوب بود، چیز بدی ازشون ندیدم، دست فوق‌العاده بود. ماتیکش 30 تا بازی کرد، 3 تا گل 3 تا پاس گل، که فصل بعد فروش میره، یکی از بازیکن فروشی اون هست، اصلا با گیم پلیش حال نکردم. کسیه خیلی خوب بود، سوماره خیلی خوب بود، این دوتا بازیکن آفک دفاعیمونو به هیچ وجه عوض نمی کنم، خیلی خوب بودن. مارتینلی تازه اومد تو 7 بازی برامون 3 گل زد، سنت ماکسیمین خیلی اوکی بود، قیمتی هم میخوام ببینم، سنت ماکسیمین 27 سالشه و 45 میلیون میره فصل بعد، 22 سالگی مارتینلی خیلی اوکی، نزدیک 100 میلیون قیمت مارتینلی و میمونه فصل بعد احتمالاً فیکسمون بشه. اسمیترو خیلی بازیکن خوب بود، فصل بعد احتمالاً قرضی بدمش، نمیدونم بفروشمش بدم جایی، نمیدونم واقعا، اسمش میتونم خوب بود. اودگارد از جمله بازیکنایی که خیلی بچا میگن یا بفروشش یا نگرش دار، خیلی خوبه تو 25 سالگی اوورال 90 و اینا، اینم بستگی به بودجهمون داره، یعنی من نتونم، یعنی بهتر از واقعا اودگارد داریم بازیکن ها، ولی خب خیلی به نظرم اودگاردم خوب بود و جواب بود دیگه. آلوارز رسیدیم بازیکن بحث برانگیزمون که میخوایم ببینیم آیا آلوارز در تیم ما هستش یا نه. ببین بچا 43 تا بازی انجام داده آلوارز، 12 گل 5 تا پاس گل. قیمت آلوارز رو به من بگید. 58 میلیون. من نمیدونم این بازیکنو چقدر آوردم، ولی اگه بریم ببینیم میتونیم چکش کنیم چقدر آلوارز آوردیم. حداقل الان میتونیم 70 80 میلیون دلار ردش کنیم بره یه بازیکن دیگه بخریم. ببین چی میگم، یه بازیکن دیگه ما قدرتشو داریم. تیموتیو 37 خریدیم، ماتیکشو 50 میلیون پول ماتیکش دادم من، یعنی باید در بیارم، میاد آره قیمتش میره بالاتر از این میره و با
باید باشه اینجا دیگه. آلوارز 50 میلیون آلوارز رو ما خریدیم و الان چقدر میارزه بهتون گفتم تو طول یه فصل فقط بازی دادم بهش، ما فکر کنم در آوردیم پولشو. 58 میلیون ما 50 میلیون خریدیم، حداقل میتونم تو این سن 5 میلیون 30 میلیون روش بذارم، 80 میلیون اینا بفروشمش حداقل دارم. مهدی 21 میلیون شد، یه دونه اوورال تو 31 سالگی اومده روش، خیلی اوکی همه چی. فصل بعد احتمال خیلی زیاد بفروشمش با آگوئرو جفتشون، فصل بعد احتمالاً از تیم برن، قیمتای خوبی دارن. یعنی حد اینا رو بخوام بفروشم حداقل 60 میلیون اینا میتونیم دراریم ازش و میره رو مهاجم نوک خیلی خفنمون که احتمالاً باید قیمت خیلی زیادی براش هزینه بکنیم. فصل بعد تیم ستاره ای میشه، یعنی واقعا تک تک بازیکنامون خفنن که خیلی با قدرت لیگ جزیره رو بگیریم و تو لیگ قهرمانان بیایم. یه بار دیگه هم لیگ جزیره رو بهتون بگم بچه‌ها که بهم گفتید آقا لیگ جزیره رو اگر ما حتی یونایتد رو میبردیم، ببین سوتیه بازی تاتنهام مساوی نمیشد ما میتونستیم قهرمان شیم، یعنی اون بازی مساوی شدن بازیمون جلو تاتنهام و لستر کارو خیلی بد خراب کرد. اگه اون دوتا رو میبردیم 100% الان قهرمان بود. من به نظرم آرسنال رو یه ترتمیزش کردیم، فصل اول بود، مربی ها مثلا دو سه فصل پیاپی نتیجه میگیرن معمولا، این تیم تازه داره شکل میگیره، یه سری بازیکن داخل تازه دارن داخل شکل میگیرن و فصل بعدی فصل اصلیه که ما باید خیلی برامون مهم باشه. یه سری بچه‌ها گفته بودن آقا برو رونالدو و مسی و قیمتشون رو ببین، من این فصل برم که شاید فصل بعد بازنشسته بشن و که کاراشون رو بکنیم دیگه. رونالدو 85 یونایتد و 49 میلیونه که دیگه بازنشسته میشه دیگه فکر کنم یه فصل دیگه. مسی هم فکر کنم دو سال سنش پایین‌تره دیگه. لیونل مسی 36 تو پی اس جی و هنوز 94 میلیون قیمتش. قبلی بهتون آقا مرسی ازتون، خیلی حال دادید، نوکرتونم بچه، خدا نگه دار. I'm still healing.